سلام و صد سلام به همه دوستای بامرام و تبریک به مردم ایران که دیروز با اون کشیده آبداری که تو گوش عظما زدن و صدای شطرقش تو همه دنیا پیچید اونو یه قدم دیگه به قبل نزدیکترش کردن. همینطور به نازم به خبرنگارای بامرام سیمای آزادی که افتضاح این خیمه شب بازی رو یه بار دیگه به دنیا نشون دادن. با هم چند تا از این صحنه‌ها رو ببینیم. حضور پرشور مردم، سرای مادرید، ساعت 10:45 دقیقه، خبرنگار سیمای آزادی. حالا کسی برای رای دادن تشریف نیاورده، خبرنگار سیمای آزادی اصلا اینجا عبور نکرده و رای هم نمیده، رای ما سرنگونیست. وابیلا وابیلا، حالا خوبه بریم آخرین التماسای اوزی پای صندوق رای رو ببینیم که در حالی که هنوز گیج ضربه بود که هفته گذشته خورد این دفعه چی گفت؟ شنیدم که شوق و علاقه مردم بیشتر از قبله، خدا کنه اینجور باشه و اگر این باشه خرسند کننده است. بابا وای 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 وای، اوزی حروم لقمه با این حرف داشت خط حماسه تقلب رو به عمله سیرکش میداد. حالا ببینیم گماشته های اوزی به چیا متوسل شدن. ما مراحل عظیم و شأنمون فتوای خیلی صریح و روشن دارن، مراجع معظم تقلید همین فتوا رو دارن، اکثرا مرجع عالی قدر زمانمون رهبر عزیزتر از جانمون هم همین مبنا رو دارن که حضور افراد واجد شرایط پای صندوق رأی مثل نماز برای اونها وجوب داره، واجب شرعیه. هرچند ممکنه از این دو کاندیدای عزیزی که آمدن ممکنه هیچ کدوم رو اصلاح ندانن، ولی به هر حال یکی رو بهتر از دیگری میدونن، همین که یکی بهتر به همون رأی بدن. ممکنه ما به یک کاندیدایی که 100% مورد تایید ما باشه نرسیم، 80% باشه، 70% باشه، 60% باشه، و بله. حالا واسه حسن ختام یه ابتکار ولایت مدارانه رو ببینیم که از حق نگذریم خیلی ترکوند و سر و صدا کرده. در سباب کمکی آخره نمویر مرتبه مخل بره اگر من رای نداریه بیاید رای کلوته ها به این میگن نفسای آخر یه نظام نکبتی و اوزی پا به گورش که چیزی به رفتنشون نمونده. دوستان رفقا مرحمت زیاد.